درسته که سمبل و بنیان هویت ملی در برقراری پادشاهی و شاهنشاهی در ایران هست، هموطنان ایرانی نباید این شرط رو در واقع با پادشاهی و سلطنت این دو سلطان، پادشاه دلاور پهلوی، اشتباه بکنید. و بزرگترین اشتباه پراستی که حلقه زدن به دور آقای رضا است. آنچه که در دوران این دو پادشاه، پادشاه دلاور پهلوی اتفاق افتاد، نباید در بحث به عنوان کوتاه کردن دست بیگانه از سرزمین ایران تلقی بشه. اگر کسی براستی قدری اندیشه کنه، متوجه این میشه که این قبایل وحشی که به ایران حمله کردن، برای اینکه بیان و در دستگاه رضا شاه بزرگ یا محمد رضا شاه امور رو در واقع گرداننده امور باشند، نبوده. آنها به قول معروف از بد حادثه در این واقعیت قرار گرفتند. بیخردی و عیاشی سلاطین قاجار باعث شد که اینها در واقع گام به گام قدرتشون رو با دیگران تقسیم کنند، از جمله قاضی، دولت انگلستان و در نهایت البته شوروی رو فراموش نکنیم، بخش عظیمی از این سرزمین رو اینا واگذار روس‌ها کردن که همکنون هم در واقع بر دست بیگانه هست و در نهایت رضا شاه بزرگ. البته رضا شاه بزرگ به جهت اینکه ساختن این سرزمین رو آغاز کرد، در مقابل اینها به طور جدی قرار گرفت. البته به طور جدی، نه اینکه بخواد رضا شاه بزرگ اینها رو در واقع دستشون رو از این سرزمین کوتاه کنه، زیرا که نمیتونست، ولی به گونه ای پا روی دم اینا گذاشته شد، زیرا که ساختمان کشور آغاز شد و ساختمان کشور در گروه این بود که بودجه این سرزمین در ارتباط این سرزمین هزینه بشه و این خواست بیگانه، بیگانه قاجار در ایران نبود. براست آقای رضا تفاوت اساسی که با این دو پادشاه داره، متوجه در واقع تنهایی پدران خود شد و حاضر نیست که در واقع پا روی دم بیگانه قاجار و تازی و تاتار بذاره. در ضمن کشورهای خارجی رو هم نباید فراموش کرد که شاهنشاه رو در واقع تنها گذاشتند و بر طبق اعلامیه‌ای که سازمان‌های در واقع خبری خودشون، سازمان‌های امنیتی خودشون اعلام کردن، اینا باعث سرنگونی شاه شدن. در واقع تمامی این قبایل بیگانه میخوان که از آقای رضا و همچنین البته کشورهای خارجی میخوان که از آقای رضا استفاده کنن تا توسط ملت ایران پذیرفته بشن، و آقای رضا هم میخواد از اینا استفاده کنه تا یک خلافتی، یک سلطنتی به شیوه عربستان سعودی و دیگر سلطان نشینان در واقع تازی برای خودش برقرار کنه و تا ابد بتونه با پذیرفتن آیین اسلام و هم پیمانان بیگانه، چه در جناح خارجی و چه در جناح داخلی، بتونه تا ابد بر ملت ایران چیره بمونه و همه با هم از این خانه یغما در واقع بدون مزاحمت دیگران بخوره. به ایران سوگند که آقای رضا تسلیم بدون قید و شرط ملت ایران در مقابل بیگانه، چه داخلی و چه خارجی است. آقای رضا
اگر شما به استناد مشروطه میخواهید پادشاه این سرزمین باشید، مشروطه اعتبار قانونی نداره، زیرا که پس از سقوط دولت ننگین قاجار این قانون هم به زباله‌دان تاریخ سپرده شد. رضا شاه بزرگ و همچنین محمد رضا شاه غیر قانونی بودن این و غیر ملی بودن این قانون اساسی رو در واقع متوجه شدند و هرگز این دو پادشاه دلاور در واقع واقعی به این قانون اساسی نذاشتند و در پیشگاه ملت ایران این قانون مردود شد. خود پدران شما در سنجش با قانون اساسی غیر قانونی بودند، زیرا که نمایندگی نمی کردند قانون اساسی رو و پیروی نمی کردند از این قانون. و مشروطه هم در واقع در پیشگاه ملت ایران ارزش قانونی نداشت، زیرا که سندی بود بین سه بیگانه در واقع کشور انگلستان، دولت قاجار و بیگانه تازی تاتار که همون روحانیت باشه. آقای رضا شما به استناد پدرانتان نیز نمیتونید پادشاه این کشور باشید، زیرا که تفاوت آنها با شما در غیر قانونی بودن در ارتباط مشروطه هست و بی اعتبار بودن مشروطه از نظر آنها و شما همچون خانواده قاجار تسبیدید به قانون اساسی که خود در واقع صد راه ملت ایران است و در خدمت بیگانه و غارتگران و قبائل وحشی این سرزمین رو مورد تهاجم و رت و دست به خون ملت ایران رنگین کردند. آقای رضا شما براستی دستتون به جای بند نیست و من مسائل رو در پیشگاه ملت ایران براستی سوگند که اعلام خواهم کرد و ملت ایران رو از این بیخبری در خواهم آورد. آقای رضا شما دستتون به هیچ جا بند نیست جز به دیبای رومی و چینی و روسی و دامن قبائل وحشی و خونخواری که این سرزمین رو مورد هجوم قرار دادند.